سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز برنامه سه‌شنبه ها با روانشناسی. امیدوارم که تصویر منو لایو داشته باشید. در خدمتون هستم. امروز 19 دسامبر سال 2017 هست که در خدمتون هستم. روزهای پایانی سال و آخرین برنامه که امسال در خدمتون هستم. هفته آینده به دلیل تعطیلات کریسمس برنامه نخواهم داشت و پیشاپیش یلا رو هم به همه شما تبریک میگم. امیدوارم که شب روزهای خوبی رو در کنار عزیزانتون داشته باشین. امروز با یک موضوع دیگه‌ای در خدمتون هستم. امروز قرار هست که طبق اعلام قبلی که با هم داشتیم راجع به تفاوت زنان و مردان با هم صحبت بکنیم. این موضوع رو به این علت انتخاب کردم که به نظرم اومد بسیاری از مشکلات و اختلافاتی که بین توی روابط بین زنها و مردها به وجود میاد ناشی از این عدم آگاهی و عدم توجه به این تفاوت‌هایی هستش که وجود داره. بنابراین به نظرم اومد که یک تعدادی از اینها رو که توی حالا کار با زوجها توی مطالعات بهش برخورد کردم اونها رو جمع آوری کردم و میخوام که امشب راجبش با هاتون صحبت بکنم. خب زن و مرد به مثابه این که هر دو انسان هستن در واقع شباهت هایی با هم دارن و همینطور به خاطر تفاوت جنسیتی تفاوت هایی هم با هم دارن. خب مواردی رو که من خدمتون امشب عرض میکنم راجب این مسئله نمیتونیم بگیم که معیارهای 100% هستش، حالا بگیم که در تمام موارد تمام مردها در این دسته و تمام زنها در این دسته قرار میگیرن. نه، اینها معیارهایی هستش که به صورت حالا متوسط میتونیم بگیم که صادق هست در مورد زنان و مردان و معیارهای 100% نیستن. به طور کلی زنها و مردها توی شرایط خاصی احساس رضایتمندی کلی رو از زندگی دارن. برای مردها خب اونچه که تعیین کننده هست در این احساس رضایتمندی بیشتر این هست که وضعیت شغلیشون و وضعیت موفقیت توی کارهاشون به چه صورت هست، و برای زنها در مقابل اون چیزی که ارزش محسوب میشه براشون توی احساس رضایتمندی از زندگی راجع به خانواده و فرزندانشون هست. برای همین مثلا راجع به یک مسئله مثل مهاجرت خب مردها واکنش متفاوتی رو نشون خواهند داد و زنها هم به همچنین. وقتی که مثلا ما با قضیه مهاجرت روبرو هستیم و مردها وارد یک فضای جدیدی میشن و شغل خودشون رو از دست دادن و حالا باید وارد یک عرصه جدیدی بشن، خب واکنش ها مختلف میشه. حالا زنها شاید اون جمع خانوادگیشون رو در کشور خودشون از دست داده باشن، یا باز واکنش مردها نسبت به بازنشستگی یک واکنش هست و زنها واکنش متفاوت تری. به طب خب از اونجایی که برای مردها موفقیت‌های شغلی، شغلشون، موفقیت توی کارشون اهمیت زیادی داره، احساس رضایتمندی بیشتری رو براشون رقم میزنه، به طب مردها توی این عرصه وقتی که روبرو میشن با شرایط بازنشستگی واکنش‌های متفاوت‌تری رو از زنها خواهند داشت. یا اگر که این مسئله رو اینطور بهش نگاه بکنیم، زنها در مواجهه با استقلال فرزندانشون وقتی که فرزندان خونه رو ترک میکنن، وقتی که زنها روبرو میشن به عنوان یک مادر روبرو میشن با پدیده آشیانه خالی یا همون ترک کردن بچه ها وقتی استقلال پیدا میکنن و میرن از خونه پدر مادر، واکنش متفاوت خواهد بود. شاید برای مردها به عنوان یک پدر پذیرش این قضایا خیلی راحت تر هست تا برای زنها. خب اینها دقیقاً واکنش های زنان و مردان رو رقم میزنه، و اگر که فکر کنید که یه همچین چیزهایی که توی روند هر زندگی ممکنه وجود داشته باشه، مثلا
روند آشیانه خالی توی زندگی واکنش ها متفاوته و اگر که طرفین این رو حس نکنن، درک نکنن، خب سازگار شدن و همراه شدن با این تفاوت ها خب مشکلاتی رو ممکنه به وجود بیاره. مردها موقعیت ها و اوضاع رو به صورت کلی درک میکنن و یک تفکر کلی و جامع در واقع راجب اوضاع دارن، ولی خب زنها روی جزئیات و نکات ظریف خیلی تاکید دارن. اصولا مردها سازنده و خلاق هستن، توی کار ریسک پذیری بیشتری دارن و کلن به دنبال این هستن که تجربه های جدیدی رو به دست بیارن، ولی خب زنها داستانشون متفاوته، بیشتر به دنبال این هستن که اطلاعات با ارزش رو انتخاب بکنن و حالا به نسل بعدیشون انتقال بدن. این انتقال ممکنه به فرزندان خودشون باشه، به نوه های خودشون باشه، ممکنه در نقش یک معلم و یا استاد بخوان که این کار رو انجام بدن، ممکنه که توی گروه اجتماعی باشه و همه اینها خب فعال این تفاوت ها، این خصوصیات تمام در واقع شکل زندگی اونها رو رقم خواهد زد. خب مردها بر اساس خصوصیاتی که دارن میشه گفت که معمولا نیاز دارن تا اهدافشون رو به نتیجه برسونن، در حالی که برای زنها در مقابل روابطشون با دیگران اهمیت بیشتری داره، اولویت بیشتری براشون داره. اگر که دقت کرده باشید میبینیم که زنها خیلی راحتتر از مردها میتونن درد و کار یک نواخت رو متحمل بشن. خب تمام اینها شاید بتونه کمک بکنه به ما توی نقش های اجتماعی که زنها میپذیرن یا حالا نقش های جنسیتی که میپذیرن، اگر که مادر میشن، اگر که یک سری وظایفی به عهده‌شون هست و یا مثلا میبینیم که توی خطوط تولید کارخونجات که مونتاژ رو به عهده دارن، شاید زنها کار رو بهتر انجام بدن به این علت که کار یک نواخت هست و راحت‌تر میتونن با این شرایط خودشون رو سازگار بکنن. خب یک مسئله‌ای که وجود داره خیلی از اوقات توی روابط زوج ها من میبینم، مثلا وقتی مراجعه میکنن راجع به قضیه حسادت هست. ما حس حسادت رو هم توی مردها میبینیم هم توی زنها میبینیم، اما خب اتفاقی که میفته این هستش که مردها حس حسادت خودشون رو راحت تر پنهان میکنن و شاید توی خیلی از فرهنگ ها نشون دادن حس حسادت از طرف زنها مورد پذیرش بیشتری قرار میگیره. برای همین ما گاهی اوقات به این اشتباه فکر میکنیم که زنها موجودات حسودتری از مردها هستن. اصولا زنها بیشتر اهل تشریفات هستن تا مردها و مردها خیلی به تشریفات اهمیتی نمیدن. به صورت کلی شاید بشه این رو گفت که زنها اصولا رابطه گرا هستن، اهل روابط اجتماعی هستن، اهل این هستن که با دوستانشون، دوستان همجنس خودشون روابط برقرار کنن، در حالی که مردها بیشتر به اهدافشون فکر میکنن. یعنی حتی اگر روابط دوستانه رو هم تشکیل میدن بر اساس اهدافشون هست و میشه گفت که بیشتر هدفگرا هستن. اصولا زنها تمایل دارن که مسائل رو ببینن و راجبش نظر بدن، در حالی که خب مردها متقابلا در مقابل این تمایل رو دارن که عمل بکنن، آزمایش رو خطا بکنن و بتونن به نتیجه برسن. استعداد زنها بیشتر توی کشف و شهود هست، بیشتر مسائلی که به حس و شهودشون ربط داره علاقه مند هستن، در حالی که مردها بیشتر به مسائل
منطقی، مسئله‌ای که بتونن براش دلیلی رو پیدا بکنن علاقه من هستم. خب من نمیدونم، ظاهرا فیسبوک استایلش رو عوض کرده و تصویر ما یه مقدار به سبزی میزنه. من نمیدونم داستان چیه، حالا نمیدونم شما چطور تصویر من رو دارین، اما خب من تلاش میکنم که در واقع کیفیت تصویر من خوب باشه. اتفاقی که میفته توی روابط، ما خیلی این رو میبینیم که زنها بیشتر از مردها اجازه میدن که همسرانشون بر روی اونها نفوذ داشته باشن، در حالی که مردها در مقابل نفوذ همسرانشون خیلی مقاومت میکنن و این خیلی از اوقات باعث میشه این مسئله که روابطشون تحت شعاع قرار بگیره و خیلی از اوقات اینطور به نظر برسه که مرد داره در واقع اوضاع رو کنترل میکنه و زندگی رو در واقع در دست داره. چیزی که توی زنها میبینیم این هست که احساس ترس نسبت به احساس خشم در زنها غالب تر هست، اما خب در مردها این داستان برعکسه. احساسی که در مقابل اگر بخوایم که مقایسه بکنیم، احساس خشم در مردها بیشتر دیده میشه تا احساس ترس. زنها اصولا تحمل بیشتری برای درد جسمانی دارن و این تحمل بیشتر از در واقع تحمل احساس درد روحی هست برای اونها، در حالی که برای مردها برعکس هست. مردها تحمل بیشتری برای در واقع رنج روحی دارن. اصولا توی روابطی که زنها با فرزندان خودشون برقرار میکنن، اگر که تفاوتی قائل بشیم با روابطی که مردها با فرزندانشون برقرار میکنن، شاید بشه این رو گفت که زنها بیشتر دنبال این هستن که فرزندانشون چقدر راحت هستن، چقدر راضی هستن، در حالی که مردها خب بیشتر به دنبال این هستن که فرزندانشون آدمهای مقاوم و قوی و مستقلی بار بیان و بتونن با خطر و سختی مقابله بکنن. شاید به همین علت هست که وقتی راجع به روابط پدران و پسران صحبت میکنیم یا راجع به روابط مادران و دختران صحبت میکنیم، تفاوتهایی که میبینیم، ریزکاریها و ضعیفکاریهایی که میبینیم مربوط میشه به همین داستان. خب البته اینها صحبتهایی هستش که باز خدمتتون عرض کنم اینها کاملا 100% نیست، اینها متوسط در واقع رفتار جنسیتی هست که بین زنان و مردان معمول هست و ما نمیتونیم بگیم در همه به همین صورت هست. اگر توی روابط و بادی لنگویج زنها دقت بکنیم، چیزی که مشاهده میکنیم این هستش که حالتهای حسی توی چهره زنها بیشتر هویداست. مثلا بیشتر توی چهرهشون ممکنه که ترس رو ببینیم، خشم رو ببینیم، تعجب رو ببینیم، آرامش رو ببینیم، استراب رو ببینیم و حتی خوشحالی رو ببینیم، در حالی که خب توی چهره مردها خب به ندرت چنین حسایی رو میتونیم بازشناسی بکنیم. بیشتر وقتی که صحبت میکنن سعی میکنن خونسرد باشن و چهره اونها تغییرات زیادی رو نشون نمیده. اصولا زنها افکار غم‌انگیز و ناراحت کننده دارن و وقتی که اون رو میخوان در واقع نشون بدن، واکنش هاشون هیجانی تر و شدید تر هست وقتی این افکار رو دارن، افکار غم‌انگیز و ناراحت کننده رو، در حالی که اگر مردها افکار غم‌انگیز و ناراحت کننده داشته باشن خیلی کمتر و یا اصلا احساسهای خودشون رو بروز نمیدن. خب این وجود داره، میبینیم گاهی اوقات زنها وقتی که راجع به یک مسئله صحبت میکنن، حتی اگر اون مسئله منطقی باشه، معمولا با احساسات و عواطف اون رو بیان میکنن، معمولا رفتارهای کلامی و
غیر کلامی زنها از غلظت بیشتری توی روابط اجتماعیشون برخوردار هست، در حالی که توی زنها، توی مردها چنین چیزی نیست. معمولا مردها گفتگوهای خودشون رو، جر و بحثهای خودشون رو بدون اینکه با احساس و عواطف مخلوط بکنن بیان میکنن. توی عرصه های اجتماعی چیزی که در زنها میبینیم معمولا این هست که خیلی سعی میکنن که تساوی طلب باشن، خیلی سعی میکنن همدل باشن، همدرد باشن، سعی میکنن ملاتفت نشون بدن. اما خب اون چیزی که بیشتر در مردها میبینیم خب برتری طلبی هست که توی روابطشون میبینیم، گاهی اوقات مبارزه جویی میبینیم و گاهی اوقات تلاش برای اینکه برتری خودشون رو نشون بدن در واقع توی روابطشون میبینیم. خب مردها بیشتر از زنها ممکنه که تهاجمی رفتار بکنن، پرخاشگرانه رفتار بکنن یا مرتکب رفتارهای غیر اخلاقی و خطرناک بشن. احساس موفقیت در زنها خب وقتی شکل میگیره که یک زن احساس بکنه تایید شده، احساس بکنه که دیگران اون رو در واقع ریواردهای مثبتی رو بهش ارائه میدن، در حالی که احساس موفقیت در مردها وقتی هست که مردها احساس بکنن به هدفهاشون میرسن در واقع، و این براشون خیلی اهمیت داره برای اینکه احساس خوبی داشته باشن و رضایتمندی از زندگیشون رو تجربه بکنن. خب معمولا هم این مردهایی که به اهدافشون دست پیدا میکنن اعتماد به نفس بیشتری دارن و این وقتی هست که احساس بکنن توی روند کارهاشون میتونن خودشون رو به اثبات برسونن و بتونن و میتونن کارهاشون رو به صورت موفقیت آمیزی روالش رو طی بکنن. خب توی زندگی زنها اون چیزی که توی روال زندگیشون، توی جریان زندگی اونها میبینیم این هست که زنها خیلی بیشتر به گذشته توجه دارن و گاهی وقتها این توجه اونا به گذشته همراه یک گوشه چشمی هست که به آینده هم دارن و در مقابل در مردها اینطور نیست. مردها خیلی راحت تر گذشته رو فراموش میکنن و بیشتر به آینده توجه دارن و اینها همه خب میتونه تغییر بده دیدگاه ها رو، چیزهایی که براشون مهم هست، بعضی وقتا بحث هایی که بینشون پیش میاد، مشکلاتی که بینشون پیش میاد و توافقاتی که بینشون صورت میگیره، همه اینها ناشی از این مسئله است. و شاید اگر توی روابط زن و مرد اگر توجه بکنن به اینکه این قضایا چقدر برای طرف مقابلشون اهمیت داره و این اهمیت مربوط میشه به دیدگاه و اون به لحاظ جنسیتی، میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به اون توافقاتی که با هم دارن توی روابط. راجع به مسائل مالی و ثروت، چیزی که زنها خیلی براشون پررنگ هست این هست که زنها به مسائل مالی به عنوان یک مسئله ایستا و غیر پویا نگاه میکنن و بیشتر تلاش میکنن که اون چیزی که وجود داره رو حفظ بکنن. خیلی محافظه کارن در این مورد. معمولا ریسک پذیری زنها خیلی کمتر هست تو این مسئله و تمام تلاششون این هستش که وضعیت موجود رو حفظ بکنن، در حالی که مردها این داستان رو راجع به مسائل مالی و ثروت ندارن. مردها به ثروت به عنوان یک مسئله پویا و غیر ایستا نگاه میکنن، برای همین معمولا توی این حوزه ها ریسک پذیری بیشتری رو از خودشون نشون میدن و به دنبال حرکت و افزایش مسائل مالی هستن. خب این رو دقیقا توی جوامع هم میتونید ببینید که حالا درصد بیشتری از مردها این وضعیت رو دارن. خب مردها جاه طلبی بیشتری دارن، معمولا به دنبال اهدافشون در جستجوی این هستن که پیروزمندانه حرکت بکنن
و همچنان به آرزو و اهداف خودشون دست پیدا بکنن. ولی خب زنها علاقمند هستن که به گفتگو بپردازن و اگر که این مسئله رو خیلی میبینیم حالا در مقابل جاه طلبی های مردها، اینکه اگر زنی دچار مشکلی بشه خیلی دوست داره که راجع به مسئلهش صحبت بکنه و راه حل رو اصولا این میدونه که بتونه اون مسئله رو با کسی در میون بذاره و خودش رو در واقع از زیر فشار ناراحتی خارج بکنه، در حالی که برای مردها چنین چیزی نیست. مردها اگر با مشکلاتی روبرو بشن تمایل دارن که سکوت بکنن و اون رو توی خلوت تنهایی خودشون حل و فصل بکنن و در واقع خودشون میخوان که این مسئله رو حل بکنن. معمولا زنها شنونده های بهتری از مردها هستند و مردها معمولا شنونده های خوبی نیستند و این خیلی از اوقات مشکلاتی رو بین زوجها به وجود میاره. معمولا روند حرکت زنها توی انجام کارها هم باز با مردها متفاوته. روند حرکت زنها خیلی آرامه، خیلی تدریجیه، خیلی ظریف ممکنه که یک کاری رو انجام بدن، در حالی که برای مردها اینطور نیست. مردها معمولا کارهاشون رو توی روند انجام کار که قرار میگیرن نوسانات بیشتری رو ما توی این قضايا میبینیم. معمولا خیلی آگاهانه تر و مطمئن تر و محکم تر حرکت میکنن توی انجام کارها. خب یک نکته‌ای که به نظر من میرسه که خیلی اهمیت داره و میخوام خدمتون عرض کنم این هستش که در مورد زنها اگر بدون اینکه خانومی درخواست کمک بکنه فردی پیش قدم بشه و بخواد به اون کمک بکنه، معمولا این مسئله وجود داره که اون خانوم این کمک رو که بدون درخواست داره صورت میگیره نشونه مهر و محبت میدونه و معمولا این کمک رو میپذیره، در حالی که برای مردها کاملا این مسئله بالعکس هست. برای مردها پیشنهاد کمک کردن از طرف دیگران، اینکه دیگران بدون اینکه مردی درخواست کمک بکنه بهش پیشنهاد کمک بدن، به معنی این هست که یعنی اون قدرت کافی رو برای انجام اون کار نداشته. در واقع این رو برای خودش یک توهین محسوب میکنه یک مرد معمولا و ممکنه که حتی اعتراض کنه، ممکنه که حتی خشم نشون بده از خودش، چون فکر میکنه که خودش میتونسته از عهده اون کار بر بیاد و برای اون این مسئله چیز جالبی نیست. و این دقیقاً چیزی هست که توی خانوم ها چنین چیزی رو ما نمیبینیم، معمولا داستان متفاوت تری داره. زن ها خب ما گفتیم که جزئی نگرتر هستن و توی روابطشون وقتی که با کسی صحبت میکنن حتی آهنگ صدای فرد، حالت صورت فرد، اینکه حالا داره ملایم صحبت میکنه، تغییرات چهرش، همه اونها براشون در واقع قابل توجه، خیلی بهش توجه میکنن، خیلی راحت دریافت میکنن و معانی بهش میدن، در حالی که برای مردها این حالت نیست. مردها خیلی به جزئیات توجه نمیکنن و احساسات و هیجانات طرف مقابل رو خیلی بهش توجه نمیکنن، خیلی درک نمیکنن و این هم باز مسائل و مشکلاتی رو ممکنه که توی روابط زوجها به وجود بیاره، که معمولا کاری که انجام میدیم این هست که کمک میکنیم که این مهارت در مردها بیشتر بشه، برای اینکه خیلی کمک کننده هست توی رابطه زوجها این مسئله. خب پس با توجه به این تفاصیلی که گفتم، با توجه به این مسئله که خب حساسیت زنها راجبه این هیجانات و گرفتن این علامت‌های ظاهری صورت خیلی خیلی بیشتر هست، به دنبال این مسئله خب معمولاً تصاویر و وقایع هیجانی رو زنها خیلی بیشتر به خاطر می‌سپرن. زنها بیشتر نگران سلامتی خودشون هستن، بنابراین اگر یک دل مشغولی‌هایی رو در زنها می‌بینید این مربوط میشه به
خصوصیات جنسیتی زنها. زنها به عنوان ابزار به پول نگاه میکنن، در حالی که برای مردها پول یک قدرت محسوب میشه و همه اینها روند زندگی رو خب میتونه تحت شعاع خودش قرار بده، میتونه پول رو تبدیل به هدف بکنه برای مردها، میتونه از مردهایی که حالا بیشتر دوست دارن توی این داستان قدرت بیشتری رو کسب بکنن، تبدیل این مردها رو تبدیل بکنه به افراد ورکاهالیکی که معمولا باهاشون روبرو هستیم، کسانی که اعتیاد به کار کردن زیاد دارن. خب زنها، خب بر اساس توضیحی که دادم، زنها بیشتر از مردها درخواست کمک میکنن و اصولا درخواست کمک برای مردها راحت نیست. برای همین خیلی از اوقات، حالا اگر که توی روابط خودتون توجه بکنین، اگر که همراه با همسرتون، همراه با پارتنرتون به دنبال یه آدرسی میگردید، میبینید که اون اصلا تمایل نداره سوال بکنه، که حالا اگر اون آدرس رو راحت پیدا نکردین، خیلی تمایل نداره به اینکه سوال بکنه، کمک بگیره. ولی شما به عنوان یک زن خیلی دوست دارید اولین چیزی که به نظرتون میاد اینه که سوال کنید از یه نفر و کمک دریافت بکنید ازش. خب زنها بیشتر از طریق شنیداری تحت تاثیر قرار میگیرن و همینطور که میدونید مردها بیشتر از طریق دیداری یا بصری تحت تاثیر قرار میگیرن. خب چیزی که خیلی بارز هست در مردها این هست که مردها بیشتر به اشیا و اهدافشون علاقه‌مند هستن، در حالی که زنها بیشتر به روابط، به افراد و به احساسات اهمیت میدن. ما میبینیم بین مردها، خب افرادی که مجموعه جمع میکنن تعدادشون توی مردها خب بیشتر هست. ما میبینیم که خیلی از اوقات زنهای بیشتری دوست دارن که با همجنسان خودشون روابط اجتماعی برقرار بکنن. خب اینها رو همه رو میبینیم و خیلی از اوقات اینها برای جنس مقابل یک چیز عجیب و غریب به نظر میاد و میتونه پایه و اساس بیخبری از اینها میتونه پایه و اساس خیلی از مشکلات و بحثایی بشه که بینشون وجود داره، در حالی که اینها تفاوت‌های جنسیتی میتونه باشه. خب مردها همینطور که گفتم معمولا تمایل ندارن در مورد مشکلاتشون صحبت بکنن و اگر هم زمانی بخوان این کار رو بکنن، معمولا دوست دارن با یک متخصص راجع به این مسئله صحبت بکنن و برای اونها همه اینا به خاطر این مسئله است که برای اونها درخواست کمک از دیگران یه نوع ضعف محسوب میشه. اصولا چیزی که بین مردها و زنها میبینیم و رایج هست این هست که دغدغه فکری مردها بیشتر مسائل مالی هست، وضعیت مالی که دارن، در حالی که دغدغه فکری زنها بیشتر وضعیت ظاهری هست. حالا میتونه این وضعیت ظاهری خودشون باشه، وضعیت ظاهری خونه باشه، چیزی که معمول هست میبینیم. همینطور که توضیح دادم مردها پرخاشگرتر هستن، سلطجوتر هستن و جنگجوتر میبینیم اونها رو توی روابطشون. یه نکتهی که میخوام خدمتون عرض کنم و این نکتهی هستش که خیلی از اوقات ممکنه که ببینیم که برخلاف اون فکر کردیم، در حالی که به این صورت هست که مردها بیشتر از زنها نسبت به یک رابطه‌ای که به یک باره به پایان میرسه واکنش نشون میدن. حالا میتونه این رابطه به صورت این باشه که عزیزیشون رو از دست داده باشن، پارتنرشون رو از دست داده باشن به خاطر مرگ، یا اینکه اون با یک تموم شدن یک رابطه مواجه شده باشن. مردها معمولاً آسیب پذیرتر هستن توی این مسئله. علت این مسئله این هستش که خب اونها دوستان و حامیان احساسی کمتری دارن، در حالی که زنها اینطور نیستن. زنها بیشتر با همجنس‌های خودشون در ارتباط اجتماعی هستن و خب معمولا ساپورت‌های اجتماعی بیشتری رو راجع به این مسئله دریافت میکنن. مثلا اگر که مردی مواجه بشه با مسئله طلاق،
خیلی آسیب پذیرتر واکنش ممکنه نشون بده تا یک زن در برابر طلاق، برای اینکه اون زن دوستان زیادی رو داره که توی دوره سوگواری بتونن اون رو همراهی بکنن. یه نکته دیگه که میخوام خدمتون عرض بکنم این هستش که مردها نصیحت زنها رو خیلی از اوقات به معنی بیکفایتی خودشون و عدم شایستگی خودشون میدونن و این رو باید خیلی بهش توجه بکنیم که توی روابط وقتی که یک زن نقش یک والد رو به عهده میگیره خیلی از اوقات با این رفتار احساس بیکفایتی و عدم شایستگی رو به همسر خودش بدون اینکه بدونه ارائه میده. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که مردها توی روابطشون با زنها وقتی که با یک زنی مواجه میشن که حالا میبینن آزرده است، ناراحته، برای اینکه بتونن بهش کمک بکنن سعی میکنن که یک راه حل پیدا بکنن، در حالی که خیلی از اوقات خانمی که طرف مقابل این مرد هست دوست داره که فقط حرفاش شنیده بشه و اینکه یک مرد تنها چیزی که به ذهنش میرسه اون لحظه این هستش که راه حلی رو ارائه بده، برای اون خیلی از اوقات نشون دهنده این هست که اون مرد نسبت بهش بی‌توجهه و این خیلی از اوقات مشکلاتی رو به وجود میاره، برای اینکه کاملا رابطه رو بیفایده میکنه، رابطه بی جواب میمونه، بیفایده میمونه. از اون طرف مرد احساس میکنه که اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه، هرچی راه حل میده هیچ بهبودی حاصل نمیشه و از طرف دیگه اون زن احساس میکنه که چون اون چیزی که میخواد اتفاق نیفتاده، اون چیزی که اون میخواسته این بوده که فقط شنیده بشه، فقط به درد دلش شنیده، گوش شنوایی برای درد دلش وجود داشته باشه و همدلی صورت بگیره، در حالی که برای اون مرد این کار بیفایده به نظر میرسه و اون این کار رو انجام نمیده و در نتیجه هر دوی اونها میفتن توی یک چرخه ناکارآمد، توی یک چرخه ناکارآمد ارتباطی در واقع. خب نکته دیگه که وجود داره این هستش که زنها توی به خاطر آوردن چهره ها و اسامی آدم ها خیلی بهتر از مردها برخورد میکنن، رفتار میکنن و مردها بیشتر دچار فراموشی میشن راجع به این مسئله. ممکن خیلی از اوقات مکالمات بین یک زن و مرد رو شنیده باشین که به این نکته ها رو بتونین تو مکالماتشون پیدا بکنین، در حالی که برای یک زن خیلی عجیب هست که چطور شوهرش خانم و آقایی که توی مهمونی یک ماه پیش دیده رو اصلا به خاطر نمیاره، اسمشون رو به خاطر نمیاره، برای مرد خیلی تعجب آوره که چطور اون زن میتونه اینها رو به خاطر بیاره. اینها تمام تفاوت‌های جنسیتی هست که بین اونها وجود داره. چیزی که وجود داره این هست که یه نکته که حالا میخوام خدمتون عرض بکنم راجب نیازهای واقعی یک زن اگر بخوایم صحبت بکنیم که حالا متفاوت خواهد بود از یک مرد، اصولا یک زن نیاز به آرامش داره توی رابطه، نیاز داره به تکیهگاه و نیاز داره که احساس بکنه که پارتنر مقابلش نقش یک حامی رو ایفا میکنه. در واقع یک زن وقتی احساس آرامش میکنه که حس بکنه میتونه تکیه بکنه به اون مرد و گاهی اوقات بتونه تکیه بکنه و در واقع اون مرد نقش حمایتگرش رو هم ایفا بکنه. مطمئنن اگر زن توی رابطه این احساس رو داشته باشه احساس خوشبختی میکنه و در واقع احساس عشق و خوشبختی رو تجربه میکنه و اون در واقع این مرد هست که میتونه این احساس عشق رو با این خصوصیات به وجود بیاره و خودش هم در مقابل از این عشق برخوردار بشه، یعنی در واقع یک چرخه هست که با همکاری همدیگه صورت میگه. خب اگر یک زن ببینه که از اون حمایت عاطفی، از اون مرکزیت عاطفی خارج شده و بهشون توجه نمیشه، اون وقت هست که ما
مواجه میشیم با یک زن سختگیر و خودرأی و غیر قابل اعتماد، چرا که دیگه اون زن احساس آرامش نداره، چون از اون مرکزیت عاطفی خارج شده، از اون حمایت عاطفی خارج شده، و در نتیجه ناخودآگاه باب میل اون مرد رفتار نخواهد کرد و در واقع ما با مشکلاتی مواجه میشیم. یعنی در واقع اگر یک مرد خیلی دلش میخواد که نفوذ داشته باشه و توی رابطهش و بتونه در واقع رابطه ای رو شکل بده که همسرش، زنش بتونه رفتاری رو داشته باشه که باب میل اون باشه، در واقع توی این چرخه میتونه نقش خیلی موثری رو ایفا بکنه. یعنی نقش این مسئله رو بهش توجه داشته باشه که اون همسر، اون زن باید مرکز عاطفی، مرکز حمایت عاطفی اون باشه تا بتونه احساس حمایت رو دریافت بکنه و در واقع احساس آرامش رو تجربه بکنه و بتونه باب میل اون مرد رفتار بکنه. این چرخه‌ای هست که در با همکاری این دو جنس شکل میگیره. بنابراین اینطور نیست که این قضایا فقط یک طرفه اجرا بشه، فقط یک زن این نقش رو به عهده بگیره یا فقط یک مرد این نقش رو به عهده بگیره، بلکه این یک همکاری هست. خب یه نکته ای که وجود داره توی مبحث ازدواج این هست که معمولا مردها به ازدواج به عنوان یک نوع استقلال شخصیتی نگاه میکنن و در نتیجه برای اونها از نظر هویتی خیلی سخت هست که خیلی تحت نظارت باشن، خیلی انتقاد بشه ازشون توی رابطه توسط یک زن. و اصولا مردها انتقاد رو به معنای عدم استقلال خودشون ارزیابی میکنن. وقتی که همسرشون مثل یک رئیس باهاشون برخورد میکنه، اونها خب احساس حقارت زیادی رو تجربه میکنن و معمولا هم واکنش هاشون واکنش های خشن و عصبی خواهد بود که خیلی از اوقات توی دعواها و مشکلات و بحران هایی که دوچارش میشن این رو ما میبینیم. اصولا مردها برای احساس قدرتی که دارن، احساس توانمندی که دارن، احساس شایستگی که توی رابطه دارن خیلی ارزش قائل هستن، در حالی که همینطور که گفتیم زنها برای احساسات ارزش زیادی قائل هستن. برای یک مرد خیلی عجیبه که اگر که یک کاری رو برای همسرش انجام میده که خیلی سخته و هر کسی از پس انجام اون کار بر نمیاد، خیلی براش عجیبه اگر همسرش خیلی یک تشکر خشک و خالی میکنه. اون انتظار داره که چون توانمندی خودش رو به نمایش گذاشته و چون از نظر اون این توانمندی ارزش زیادی داره، انتظار داره که فیدبک خیلی محکمتر و قویتری رو از همسرش دریافت بکنه. یا مثلا اگر که با کلمات معمولی راجب دستبخت همسرش صحبت میکنه و یا راجب ظاهر زیبای همسرش صحبت میکنه، خیلی براش عجیبه که خیلی به چشم همسرش نمیاد، در حالی که اگر توجه داشته باشه خواهد دید که برای همسرش ابراز احساسات خیلی خیلی به صورت قوی ارزشمند خواهد بود. خب اینا همه تفاوت‌هایی هست که میتونه توی دیالوگ‌هایی که یک زن و مرد با هم دارن تأثیر بگذاره و میتونه که توجه به اونها خیلی وقتا کمک کننده باشه. خب یه نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشین این هست که خیلی خوبه که خانم‌ها توجه بکنن وقتی که با همسرشون صحبت میکنن، این که به دنبال حرف‌های حاشیه‌ای برن و خیلی پرانتز باز کنن توی صحبتاشون، خیلی شلوغ صحبت بکنن، مطمئنن صحبت کردنشون و دیالوگشون با همسرشون از اون کارآمدی کافی برخوردار نخواهد بود، به خاطر اینکه ساختار مغزی مردها به نحوی هست که خیلی صحبت‌های غیر مستقیم رو درک نمی‌کنن و خیلی علاقه من نیستن که بهش بپردازن. پس خیلی خوب هست که زنها خیلی واضح صحبت بکنن، خیلی مشخص و متمرکز صحبت بکنن و خیلی به حاشیه ها
نپردازن و خیلی پرانتز باز نکنن توی دیالوگ هاشون با همسرانشون. این نکته ای هست که خیلی وقتا مشکلاتی رو ممکنه به وجود بیاره توی دیالوگ ها. خیلی وقتا بین خانوم ها این مسئله رو میبینیم که خانوم ها دوست دارن که کارهاشون رو با برنامه ریزی قبلی انجام بدن. برای همین ممکنه که مواجه بشیم توی خانواده‌ای که خانومی اصولا برای تعطیلات برنامه ریزی میکنه. خب این به این معنا نیستش که اون خانوم میخواد کنترل انجام بده، بلکه در واقع این خانوم با انجام این کار احساس آرامش بهتری داره و احساس میکنه که تونسته از پس مسائل به خوبی بر بیاد. شاید به همین علت هست که معمولا زنها دوست دارن نقش برنامه ریزی رو به عهده بگیرن توی خانواده و این مسئله احساس بهتری رو بهشون میده. بنابراین هیچ وقت نباید فکر بکنیم که این به معنای یک کنترل هست. در واقع این خصوصیتی هست که زنها با اون احساس آرامش بیشتری رو تجربه میکنن. خب یه مبحث دیگه ای هم هست راجع به مسائل جنسی که من فکر میکنم که به صورت مختصر لازم هست بهش اشاره داشته باشم، چون مواردی هست که میبینم مشکلاتی رو به وجود میاره بین زوجها. خب در بدن زن یک هورمونی به نام استروژن ترشح میشه که هورمون جنسی زنانه هست. این هورمون معمولا باعث میشه که خشونت و پرخاشگری کاهش پیدا بکنه، معمولا باعث میشه که ابراز وجود کاهش پیدا بکنه، رقابت کاهش پیدا بکنه و تمایل برای پیوندجویی بیشتر بشه، حالا چه راجب فرزند چه راجب جنس مخالف. این چیزی هست که در بدن زنها وجود داره و در مقابل در بدن مردها هورمون تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه هست که معمولا باعث افزایش پرخاشگری، افزایش رقابت، اعتماد به نفس، ابراز وجود و همینطور حرکت‌های تندی که مردها انجام میدن میشه. یک تفاوتی بین زنها و مردها وجود داره که خیلی از اوقات این تفاوت باعث به وجود اومدن تنش‌های بین زن و مرد میشه. اتفاقی که میفته این هست که میل جنسی مردها کمتر به احساسات اونها مقید هست. یعنی توضیحی که من میدم معمولا این هست که معمولا کمتر عشق و سکس برای مردها در یک قالب میگنجه و به هم گره خورده و این خیلی از اوقات تنش‌هایی رو بین مردها و زنها به وجود میاره و این در واقع یک تمایز بیولوژیک هست، این چیزی نیست که در دست خود مردها باشه. در حالی که برای زنها میل جنسی شدیداً به بخش عاطفی و احساسی اونها گره خورده و ارتباط داره، برای زنها خیلی اهمیت داره که قبل از اینکه این رابطه رو بتونن برقرار بکنن در واقع آرامش کامل داشته باشن، شاد باشن، احساس رضایتمندی عاطفی توی رابطه داشته باشن. در نتیجه اگر که مرد و زنی با هم از لحاظ عاطفی مسئله داشته باشن، برای زنها خیلی مشکل هست که این رابطه رو برقرار بکنن، در حالی که برای مردها این مسئله مشکلی رو به وجود نخواهد آورد و این تفاوتی که بین زن و مرد وجود داره. زنها و مردها هر دوشون تحت تاثیر سیکل‌های هورمونی قرار دارن. برای زنها این سیکل 28 روزه هست و این سیکل 28 روزه روی خلق و خوی اونها، روی تمایلات جنسی اونها تاثیر میگذاره. برای مردها هم سیکل بیولوژیکی وجود داره. معمولا اینطور هست که میزان تستوسترون 3 روز در بدن مرد بیشتر هست، که البته توی همه مردها این به یک میزان نیست، همینطور که برای زنها همینطور تفاوت‌های وجود داره. اما خب همه اینها به این معناست که هم در مرد هم در زن این مسئله وجود داره که هر دوشون میتونن خودشون رو در مقابل تمایلات جنسی در واقع مهار بکنن، کنترل بکنن و این به این معنا نیست که مردها نمیتونن این تمایلات رو کنترل بکنن.
قطعا اونها هم میتونن این تمایلات رو اگر بخوان کنترل بکنن. یک بحثی هست، بحث خیانت بین زوجها که حالا قبلا هم راجبش صحبت کردیم. برای مردها چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره این هست که خیانت جنسی برای مردها خیلی پررنگ هست، یعنی اگر که این مسئله صورت بگیره خیلی براشون سخت هست که بتونن بپذیرن و رابطه رو مدیریت بکنن و رابطه رو ادامه بدن. و در مقابل برای زنها خیانت های احساسی خیلی اهمیت داره و واکنش اونها نسبت به خیانت های احساسی شدیدتر هست. نکته دیگه که خوبه بهش توجه داشته باشیم این هست که اوج تمایلات جنسی در مردان معمولاً 18 سالگی و در زنها بین سنین 35 تا 40 سالگی هست، که حالا شاید این نکته‌ای هست که خیلی‌ها بهش توجهی ندارن. نکته دیگه‌ای که توی این حوزه خیلی مورد توجه هست، تفاوتی هست که بین زنها و مردها در رسیدن به اورگاسم وجود داره. معمولاً در مردها اوج لذت جنسی کمتر از 3 دقیقه هست، در حالی که در زنها 10 تا 20 دقیقه طول میکشه این مسئله. و به همین علت خیلی وقتا مشکلاتی رو این ناهماهنگی ها و عدم آگاهی ها بین اونها به وجود میاره. خب همه اینها من فکر میکنم که آگاهی در مورد این مسائل میتونه خیلی کمک کننده باشه، به خصوص تو این حوزه بین الملل که خب به لحاظ فرهنگی برای ما این مسائل خیلی تابو هست. خیلی از اوقات ما بیخبر هستیم راجع به این مسائل و وقتی که زوجها وارد زندگی مشترک میشن اینها میتونه پایه و اساس خیلی از اختلافات رو ایجاد بکنه. این مبحث دیگه‌ای که خیلی وقتا می‌بینم بین زوج‌ها اختلافاتی رو به وجود میاره، تفاوت‌هایی هست که زوج‌ها توی خرید کردن با هم دارن. ما می‌بینیم که یک مرد و زن که همزمان با هم وارد یک فروشگاه میشن، می‌بینیم که اون آقا خیلی تمرکز خاصی رو روی خرید کردن داره. از یک مغازه به مغازه دیگه میره ولی تمرکز داره روی خرید خودش، در حالی که اگر همون خانم رو همزمان نگاه بکنیم میبینیم که داره همینطور کشف میکنه، داره تجسس میکنه و به جزئیات خیلی میپردازه و این کاملا دو تا رفتار متفاوت رو ایجاد میکنه. گفته میشه که این رفتارها خیلی ربط داره به روند تکاملی که زنها و مردها طی کردن. خب در طول تاریخ زنها و مردها معمولاً حالا وقتی که نگاه میشه میبینیم که نقش‌های متفاوتی رو ایفا کردن توی روند تکاملی که داشتن. حالا چه توی از دوران قارنشینی اگر نگاه کنیم این تفاوت‌ها رو دقیقاً میبینیم. توی اون دوران خب زنها باید بهترین نوع غذا رو با بهترین کیفیت تهیه می‌کردن و در نتیجه باید خیلی دقت می‌کردن که اشتباه نکنن، چون اگر که اشتباه می‌کردن ممکن بود که ماده غذایی سمی رو می‌آوردن خونه و باهاش غذا درست می‌کردن و از بین می‌رفت خانواده. برای همین خیلی توجه می‌کردن، خیلی به بو، به رنگ، به شکل اون موادی که تهیه می‌کردن خیلی توجه می‌کردن و همه اینها الان میتونه خودش رو در واقع میتونه توجیهی باشه برای رفتارهای فعلی که زنها دارن و به جزئیات میپردازن. خب زنها دید وسیع تری رو دارن، یعنی در واقع دید محیطی بهتری رو دارن. اینو شاید وقتی که یک زن و مردی توی یک اتاق جدیدی وارد میشن، مثلا فکر کنید که وقتی وارد محیط یه مهمونی میشن یا اتاق جدیدی خونه جدیدی هست، اینو ما میبینیم زنها دید محیطی بهتری دارن. چرا اینطور هست؟ برای اینکه باز توی روند تکاملی زنها، خب باید زنها مراقبت میکردن که آیا خطر داره نزدیک محیط زندگی اونها میشه یا نه، و این خیلی میتونه
توضیح خوبی باشه برای تفاوتی که زن و مرد با هم دارن. مثلا اگر که شما این تفاوت رو اینطور میتونیم بررسی کنیم، اگر یک مردی وارد مهمونی بشه، وارد یه خونه جدید بشه، معمولا نگاهش به صورت منقطع هست، نگاهش از یک فرد یا یک شی یا یک چیزی که توی اون اتاق قرار داره به آیتم بعدی میره و همینطور مدتی طول میکشه تا به تدریج یک تصویر کلی توی ذهن مرد تشکیل بشه از چیزهایی که توی اون اتاق قرار داره. در حالی که یک زن وقتی وارد یک اتاق میشه، وقتی یه نگاه اجمالی به کل اتاق میندازه، یک تصویر کلی از اتاق رو به دست میاره و وقتی که از اون اتاق میاد بیرون و ما از این دو نفر سوال میکنیم، میبینیم که اون خانم رنگ ها رو دیده، تزئین ها رو دیده، آدم ها رو دیده و دید محیطی بهتر و کامل تری داشته و این همه اینها برمیگرده به روند تکاملی که زنها و مردها به صورت متفاوت طی کردن. خب مثلا ما میبینیم که مردها معمولا مسیرهای حرکت رو بهتر به خاطر میسپرن. خب این علت داره، علتش این هست که توی روند تکاملی مردها به شکار میرفتن و خب باید مسیرها رو به خاطر میسپردن برای اینکه شکار خودشون رو از دست ندن و این داستانها همچنان توی زندگیهای فعلی هم ادامه داره. با اینکه شرایط زندگی تغییر کرده، ولی مردها و زنها تمایل دارن که به اون برنامه های بیولوژیکی که توی ژنتیک خودشون وجود داره برگردن و ازش استفاده کنن توی روند زندگی جدیدی که دارن. به همین علت ما میبینیم که زنها ساعتهای خیلی زیادی رو دوست دارن که صرف خرید بکنن، خیلی با دقت به ریزکاری ها و نکات توجه میکنن، در حالی که اگر یک مرد قصد خرید داشته باشه از قبل تصمیم میگیره و به مجردی که وارد مغازه میشه، وارد حالا فروشگاه میشه، فوراً میره و اون آیتم رو بر میداره و خریداری میکنه و بیرون میاد و این تفاوتی که وجود داره، در حالی که خیلی از اوقات این تفاوت باعث دعواهایی بین زن و شوهرها میشه. دقیقا مثل دوران قارنشینی که یک مرد تصمیم میگرفت که حیوانی رو شکار بکنه و این کار رو انجام میداد و شکار رو بر میداشت و میابرد خونه و الان هم انگار این برنامه بیولوژیکی رو ناخودآگاه اجرا میکنه. یه نکته دیگه که باید بهش خیلی توجه داشت این هست که مردها خیلی علاقمند هستن به صورت ناخودآگاه انرژی خودشون رو برای یک فعالیت متمرکز بکنن. به همین علت ما نمیتونیم از مردها انتظار داشته باشیم که در آن واحد به چندین موضوع فکر کنن یا در آن واحد چندین کار رو با هم انجام بدن، در حالی که برای زنها این مسئله امکان پذیر هست. در واقع ما میبینیم زنها همزمان از بچه مراقبت میکنن، غذا درست میکنن، با تلفن صحبت میکنن و حالا کارهای دیگه ای از خونه هم انجام میدن. خب اینها همه برمیگرده به تفاوتی که بین اونها وجود داره. اینها نشون دهنده برتری یا کفایت یکی از اونها یا بیکفایتی اونها یکی دیگه نیست به هیچ عنوان. به طب اگر با مردی که مشغول رانندگی هست یک صحبت خیلی خاصی رو دارید، ممکنه که خیلی مناسب نباشه. یعنی ممکنه خیلی وقتا یک زن وقتی که با یک مرد که در حال رانندگی هست صحبت میکنه، احساس بکنه که مرد خیلی بهش اهمیت نمیده، خیلی بهش توجه نمیکنه، در حالی که اون مرد باید حتما روی اون کاری که داره انجام میده به صورت متمرکز فکر بکنه و در واقع اون تکلیف رو انجام بده. خب یه نکته دیگه که میخوام خدمتون عرض بکنم توی حالا دقایق پایانی که در خدمتون هستم، راجع به نحوه صحبت کردن زنها و مردها هست. مرکز گویش زنها خب دوتا نیم کره هست، دوتا نیم کره مغز در مرکز گویش زنها فعال هستن، در حالی که در مردها مرکز گویش نیم کره چپ هست و بخش کوچکتری از مغز اونها رو تشکیل میده. به همین علت هست که معمولاً دخترها زودتر به حرف میان از پسرها
این رو میبینیم توی روند رشدی و همینطور اینکه خانوم ها تمایل بیشتری برای صحبت کردن دارن و به صورت کلی بیشتر اهل گفتار هستن تا آقایون. این تفاوتی هست که وجود داره. اصولا زنها توی برقراری ارتباط، گوش دادن، فراگیری زبان خیلی قوی تر برخورد میکنن به همین علت. معمولا زنها برای اینکه نشون بدن که حرفی رو دارن میشنون، گوش میدن، فرایند گوش دادن رو در واقع برای اینکه نشون بدن سر خودشون رو تکون میدن، از لغاتی استفاده میکنن، مثلا میگن آهان، مثلا میگن بله، در حالی که مردها کمتر این کار رو انجام میدن و فقط وقتی که موافق یک کلامی هستن این کار رو انجام میدن و این ممکنه خیلی از اوقات مشکلاتی رو توی صحبت کردن هاشون به وجود بیاره، حس بکنن که درک نشدن مثلا، چون زنها خودشون این حرکت رو انجام میدن از اینکه میبینن یک مردی که داره حرفشون رو مثلا گوش میده این حرکت رو نمی کنه، پس حرف اون رو گوش نمیده، در حالی که این یه تفاوت جنسیتی. خب مردها معمولا دوست دارن راجع به مسائل کلی مثل ورزش، مثل سیاست، مثل مسائل بازار، مثلا مسائل تاریخی صحبت بکنن، در حالی که زنها خب دوست دارن راجع به احساسات، راجع به عمل کرده دیگران صحبت بکنن و این هم باز تفاوتی هست که ممکنه خیلی از اوقات آقایون متهم بکنن زنها رو به سطحی بودن یا متهم بکنن به غیبت، در حالی که این تفاوت جنسیتی هست که بین اونها وجود داره. معمولا در مکالمات زنها سوالات بیشتری رو میپرسن و اینکه از سوال کردن برای ادامه گفتگو استفاده میکنن، براشون این معنا رو میده که دارن توجه میکنن، در حالی که مردها خیلی این رو لازم نمیدونن و اصولا اگر ازشون اگر نیازی نباشه سوالی نمیپرسن و این کار رو بی جا میدونن در واقع. و این تفاوت ممکن خیلی وقت باعث بشه که یک زن در مقابل یک مرد احساس بکنه که مورد بی‌تفاوتی واقع شده، در حالی که این تفاوتی که در دیالوگ، نوع دیالوگ برقرار کردن زنها و مردها وجود داره. توی برخورد زنها و مردها با فشارهای عصبی معمولا میبینیم که زنها خیلی به هیجان میان، نیاز به همدلی دارن، در حالی که مردها خیلی گوشه‌گیرن. توی یه همچین شرایطی خودشون دوست دارن مسئله رو حل بکنن، معمولا در خودشون فرو میرن و دوست ندارن با کسی راجبش صحبت بکنن. اصولا مردها ممکنه به دو دلیل مشکلات رو مطرح بکنن، یا میخوان که در واقع راه حلی رو جستجو بکنن و یا اینکه یه فردی رو مقصر میدونن و در اون صورت که هست که راجع به یک مسئله دوست دارن صحبت کنن، راجع به یه مشکلی دوست دارن که صحبت بکنن. اصولا چیزی که به مردها انگیزه میده این هست که احساس بکنن مفید واقع شدن، احساس بکنن که به اونها احتیاج دارن و اونها میتونن خودشون رو اثبات بکنن و کاری انجام بدن، در حالی که اون چیزی که به زنها انگیزه میده احساس قدردانی و تحسین و توجه هست که به اونها انگیزه میده. این مسئله هست که خیلی لازم هست توی روابط بهش توجه بشه. اصولا توجه به این تفاوت‌هایی که راجبش صحبت کردم خیلی کمک میکنه به ارتباط قوی تر، کمک میکنه به بهبود روابط، کمک میکنه به اینکه تنش‌ها کمتر بشه، کمک میکنه به اینکه آرامش دو طرف توی رابطه بیشتر بشه. و اصولا اینکه مردها زنها رو با معیارهای خودشون بسنجن یا زنها مردها رو با معیارهای خودشون مورد سنجش قرار بدن خیلی از اوقات ممکنه باعث بشه که احساس حقارت یا احساس اینکه مورد توجه واقع نشدن، درک نشدن به طرفین دست بده. به همین علت من فکر میکنم که بد نیست ما به این تفاوت‌ها توجه بکنیم و اصولا اینکه خودمون رو بشناسیم و اینکه طرف مقابلمون رو هم بتونیم بشناسیم و بتونیم با این تفاوت‌ها و شناخت‌ها کنار بیاییم.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با این موضوعی که با هم صحبت کردیم و از کامنت های مهرآمیز شما خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که توی برنامه بعدی بتونم که با موضوع دیگه در خدمتون باشم. امروز 19 دسامبر بود، من به تاریخ 26 دسامبر هفته آینده در واقع برنامه رو نخواهم داشت. احتمالاً سعی میکنم که یک مجموعی از برنامه های قبلی رو توی فیسبوک آپدیت بکنم، سعی میکنم برنامه هم توی یوتیوب آپدیت بکنم و لینک اون رو توی فیسبوک در اختیارتون بگذارم و انشالله برای هفته بعدش که سال جدید میلادی هست در خدمتون خواهم. باز هم پیشا پیش شب یلدا رو به همگی هموطنان تبریک میگم، به همه اونهایی که شب یلدا رو جشن میگیرن و همچنین پیشا پیش سال نو میلادی رو به همه شما تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی برای همه ما باشه، سالی پر از مهر و صلح و وفا. همه گیگه شما رو به خدای بزرگ میسپرم تا سال آینده که در خدمتون هستم با موضوعات جدیدتر. روز و روزگار همگی شما خوش. خدا نگهدار.